دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو ویدئوی امروز میخوایم راجع به دفاع سیسیلی صحبت کنیم و من این دفاع رو بهتون آموزش بدم این ویدیو ویدیو آشنایی با دفاع سیسیلی و تو ویدئوهای بعدی وارد سیسیلی های تخصصی تر میشیم مثل سیسیلی دراگون سیسیلی کان و غیره تو این ویدیو میخوایم با گوشش سیسیلی آشنا بشیم و شاخه هاش رو همراه با ایدهها و مدلی که اون شاخه دارن بهتون نشون بدم. بچه سیسیلی یکی از پرطرفدارترین گشایش ها مقابل حرکت ای سفیده که من وین ریت این گشایش رو هم براتون الان تو تصویر میذارم که میتونید ببینید همونطور که میبینید درصد برد بازیکنان سیاهی که دفاع سیسیلی رو بازی کردن 33 درصد بوده که برای گوشش های سیاه خیلی خیلی خوبه خب بدونین که وقت اونو تلف کنیم بریم سراغ گشش تا من این گوشش رو بهتون آموزش بده خب سیسیلی زمانیه که شما جلوی حرکت ای 4 حرکت سی 5 رو بازی میکنید و به حریفتون نشون میدین که میخواین دفاع سیسیلی رو بازی کنید بچه همونطور که خیلیاتون میدونین یه گوشش پرطرفدار دیگه مقابل حرکت ای 4 حرکت ای 5 با حرکت ای 5 یکی از اهداف اصلیش دارین از حرکت دی 4 جلوگیری میکنید و دقیقا یکی از اهداف اصلی دفاع سی سیلی هم همینه شما داریم با حرکت C5 کنترل رو, رو روی خونه دی 4 افزایش میدیم حالا اگه سفید حرکت D4 رو انجام بده شما پیاده رو میزنید و شما یه پیاده غیر مرکزیتون رو با پیاده مرکزی سفید عوض کردین که میتونه نکته مثبتی برای بازیکنای سیاه باشه الان سیاه دو تا پیاده داخل مرکز داره ولی سفید یه پیاده تو مرکز داره همچنین چیز دیگه ای که به دست آوردین ستون نیمه باز سیه که میتونین از این ستون همونطور که تو ادامه هم بهتون نشون میدم استفاده کنید. سفید هم ستون نیمه باز دی رو داره. خب بچه تو این وضعیت حرکت دی چار حرکت خوبی نیست. به خاطر اینکه شما میتونین پیاده رو بزنین، پیاده غیر مرکزیتون رو با پیاده مرکزی حریف عوض میکنین. حالا اگه سفید با وزیر پیاده رو پس بگیره، وزیر خودش رو زود بیرون آورده و این ایده خوبی داخل شطرنج نیست. حالا شما میتونید با حرکت اسب سی شیش اسب خودتون رو گسترش بدین و به وزیر سفید حمله کنیم حالا سفید مجبور وزیر خودش رو جابجا کنه و با این کار زمان از دست میده و شما میتونید مهره دومتون رو هم گسترش بدین. ولی حرکت اسی داخل این وضعیت حرکت اسب افسس که به سیسیلی باز معروفه و سفید میخواد تو حرکت بعدی حرکت دی چهار رو بازی کنه که ما میخوایم تو ویدیوی امروز هم بیشتر درباره همین صحبت بکنیم سیستم های دیگه ای رو هم سفید میتونه بازی کنه مثلا حرکت اسب سیسه که به سیسیلی بسته معروفه تو ویدئوی دیگه ای پوششش میدم و آنتی سیسیلی ها که معروف داره نشون سیسیلی آلاپین یا سیسیلی سیسه است سفید با حرکت سیسه داره حرکت دی چهار رو آماده میکنه که این رو هم توی ویدئوی دیگه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم ولی همونطور که گفتم حرکت اصلی برای سفید حرکت اسب است که میخواد وارد سیسیلی باز بشه که طرفدار ترین سیستم مقابل دفاع سیسیلیه حالا بچه اینجا سیاه حرکت های مختلفی داره و بچه اگه شما میخواین دفاع سیسیلی رو بازی کنید باید اول تصمیم بگیریم که مقابل سیسیلی باز میخواین چه گشایش رو بازی کنید در واقع چه شاقی از دفاع سیسیلی رو میخواین جلوی سیسیلی باز انتخاب کنید بعدا باید بریم سراغ این که حالا جلوی سیسیلی بسته چیکار کنم و جلوی سیسیلی آلاپین باید چیکار بکنم با توجه به اون سیسیلی اصلی که اول انتخاب کردیم خب اینجا سیاه حرکت های مختلفی داره با حرکت دیشی شروع میکنیم سفید دی چهار میکنه و بچه تقریبا همیشه هر وقت حرکت دی چهار رو دیدیم باید با پیاده سی پیاده دی رو بزنید حالا سفید با اسب خودش پس میگیره و شما اینجا حرکت اسب 6 رو انجام بدین که نسبتا هم حرکت مهمی اگر حرکت اسب 6 نکنین مثلا حرکت آشیش رو انجام بدین به سفید اجازه میدین که پیاده خودش رو تو خونه c4 بذاره و به این ساختار تو دفاع سیسیلی که سفید پیاده خودش رو تو خونه سی c4 و e میذاره ساختار ماروکسی میگن ساختار ماروکسی ساختار بدی برای سیاه نیست و حتی شاید بعضی بازیکن‌های سیاه دوست داشته باشن که مقابل ساختار ماروکسی بازی کنن ولی خب خیلی از بازی سیاه رو میگیره و سفید کنترل خیلی خوبی داخل مرکز داره و شما به راحتی میتونین اجازه رو به سفید ندین که به این ساختار برسه و اونم با حرکت اسب اف با حرکت اسب 6 داریم به پیاده ای 4 حمله میکنیم حالا سفید با حرکت اسپسیسه دفاع میکنه و دیگه این حرکت سی 4 رو نداره حالا میتونیم شاخه های مختلفی رو تو این وضعیت انتخاب کنیم حرکت G6 هست که به سیسیلی دراگون معروفه میخوان فیلمون رو خونه G7 بذاریم سفید فیلی سه میکنه فیل G7 سفید F3 میکنه که از اسب G4 جلو کنه شما قله کوچیک میریم و سفید وزیرش رو خونه D2 میذاره اسبمون رو خونه C6 میذاریم حالا سفید دو تا انتخاب اصلی داره میتونه قله بزرگ بره ولی حرکت پرطرفدارتر حرکت فیل سی 4 که سفید میخواد وارد حمله یوگوسلاو بشه که شاخه یه که واقعا سیاه رو به چالش میکشه و اگه میخواین سیسیلی دراگون رو بازی کنین باید حرکت فیل سی 4 رو در نظر بگیرین سفید در ادامه میخواد جی 4 اچ 4 اچ 5 و سعی کنه که با طوفان پیاده ای به جناح شاه سیاه حمله کنه و سیاه رو مات کنه از اون طرف هم خوب سیاه میتونه بازی خوبی تو جناح وزیر داشته باشه داخل اکثر شاخه های سیسیلی دراگون سفید قلعه بزرگ میره مثلا اینجا بعد از فیل دی هفت سفید قلعه بزرگ میره حالا سیاه هم میتونه بازی خیلی خوبی داخل جناه وزیر داشته باشه و با این دو پیادهش به پیاده های سفید حمله کنه ستون نیمه باز سی رو داریم میتونیم رخ رو داخل ستون نیمه باز سی بذاریم که حرکت اصلی داخل این وضعیته و سیاه و سفید سعی میکنن که همدیگه رو مات کنن و وضعیت ها میتونن شارپ و حمله ای بشن انتخاب بعدی برای بازیکن سیاه به غیر از دراگون خب تو این وضعیت اگه حرکت g6 رو انجام بدین سیسیلی دراگونه اگه حرکت آشیش 6 رو انجام بدین به سیسیلی نایدورف معروفه حرکت آشیش 6 خونه b5 رو هم از این دو اسب سفید میگیره و هم از فیل سفید میگیره و همچنین حرکت انتاف پذیری سیا شاید بخواد اسبش رو خونه d7 بذاره که معمولا هم این کارو میکنه شاید بخواد اسبش رو خونه c6 بذاره و این گشش گشش پرطرفدار بین بازیکنان تاپ لول جهانی شطرنجه و انتخاب خیلی از بازیکنان بزرگ شطرنجه و این رو هم باید بدونید که تئوریش خیلی سنگینه و اصلا انتخاب خوبی برای بازیکنان مبتدی و حتی متوسطه نباشه و بچه شما حتی اگه همین وضعیت رو هم در نظر بگین سفید کلی حرکت خوب داره اینجا که همشون قابل بازی هم و توسط بازیکنان خوب بازی شدن خب به غیر از سیسیلی نایدورف سیاه میتونه با از سی وارد سیسیلی کلاسیک بشه این هم سیسیلی جالبیه که خودم جلوی حرکت ای در حال حاضر دارم بازیش میکنم این سیسیلی هم جز سیسیلی درست حسابیه و شاید بازم خیلی تئوریش آسون نباشه ولی خب قطعا از تئوری سیسیلی نایدورف راحت تره و بزرگترین چالشی که سیاه تو این وضعیت باش مواجهه حرکت فیل جی پنج سفیده خب این از سیسیلی های دیشش ولی همونطور که گفتم دیش تنها حرکت برای سیاه نیست خب برگردیم به این وضعیت همونطور که گفتم اینجا یکی از حرکات حرکت دیشیشه که وارد شاخهایی شدیم که تازه دیدیم ولی دیشیش تنها حرکت نیست شما میتونید حرکت ایشیش رو انجام بدیم من یادم موقعی که بچه بودم یه کلاسی رفته بودم کلاس شطرنج بود بعد مربی که سر اون کلاس بود از من پرسید که جلوی حرکت ایچار چه گشاشی رو بازی میکنی که من گفتم دفاع سیسیلی بعد گفت کدوم شاخش رو بازی میکنی؟ گفتم همه رو بازی میکنم یه موقع ایشیش بازی میکنم یه موقع دیشیش بازی میکنم یه موقع سیشیش بازی میکنم هر کدوم دوست داشته باشم بازی میکنم بعد خیلی تعجب کرد و بچه تعجبش هم واقعا بجا بود شما اگه میخواین دفاع سی رو بازی کنید، باید یه دونه رو با تعجب صد و استایلتون انتخاب کنید. نمیتونین همه رو بازی کنیم چون مدلهایی که از این گشایش به وجود میان اصلا مشابه هم نیستن و هر کدوم کاملا گشایش جدا از همه خب برگردیم به سیسیلی های ای, ای شیش. بعد از حرکت ای شیش دوباره سفید میتونه حرکت دی چهار رو انجام بده شما پیاده رو میزنین همونطور که گفتم هر وقت سفید حرکت دی چهار رو کرد شما پیاده رو میزنین و بعد از اینکه سفید پیاده رو پس گرفت حالا ما با حرکت از شروع میکنیم و بچه همین الان یک دام رو برای سفید گذاشتیم به نظر من هم سطح مقدماتی و هم سطح متوسطه باید گشایش‌ها یا شاخه‌هایی رو انتخاب کنین که توریشون راحت تره به شما مجبور نباشین یه توری سنگین رو بلد باشین تا بتونین خوب بازی کنین و گشایشهایی که دام و تله برای حریفتون داره یعنی تئوری شما راحته از اون طرف حریفتون باید مراقب باشه تو دام و تله ها نیفته اینجور انتخاب ها میتونه انتخاب های خیلی خوبی برای شما باشه خب تو همین وضعیت همونطور که گفتم یه تله برای سفید گذاشتیم از اونجایی که سیاه داره به پیاده حمله میکنه سفید شاید حواسش نباشه و یا ندونه که داستان چیه و پیاده خودش رو به خونه ای پنج برونه که اسب سیاه رو هم تهدید کنه اما اینجا سفید پیاده خودش رو به از دست میده با وزیر آ پنج کیش هم به شاه حریف کیش میدیم و تو حرکت بعدی پیاده رو میزنیم حالا اگه سفید با اسب سیسه مسیر کیش رو ببنده شما پیاده رو میزنین شاه حریف کیش میشه و یه پیاده جلو میفتیم پس سفید نمیتونه که پیاده خودش رو به خونه ای 5 برونه حرکت اصلی تو این وضعیت حرکت اسب سی حالا شما میتونید دو مدل اینجا بازی کنید یکی حرکت فیل بی چهاره که اسب حریف رو آچمز میکنین و به انگلیسی به شاخه پین وریشن معروفه که پین به فارسی میشه همون آچمزی خودمون که احتمالا میشه سیسیلی آچمزی بچه این شاخه ها تو سطح خیلی تاپ لول کمتر بازی میشن چون اونا دیگه تا تهش رو در ولی برای ماها میتونه اینا انتخاب های خوبی باشه همین الان سفید رو ما با یه مشکل مورد مواجه کردیم پیاده ای 4 زیر ضربه حرکت اصلی برای سفید حرکت ای پنجه که به وضعیت های خیلی قاطیپاتی و جالبی میتونه منجر بشه اگه سفید پیاده رو نرونه چی مثلا حرکت اف رو انجام بده میتونین حرکت دی پنج رو هم انجام بده. حالا اگه سفید پیاده رو بزنه شما با اسب میگیرین و حالا مهره سفید که آچمز داخل خونه سیسه با دو زور داریم بهش حمله میکنیم و وضع سیاه وضع خوبی. ولی حرکت اصلی تو این وضعیت حرکت E5. حالا شما اسبتون خونه ای4 میذاریم باز مهره سفید داخل خونه سیسه آچمزه داریم به این مهره فشار میاریم حرکت اصلی برای سفید حرکت وزیت g 4 از اسب به خود اجففااع نمیکنه میتونین اسب رو بزنین ولی از اون طرفم سفید داره پیاده g 7 رو، تهدید میکنه که به وضعیت های قاطیپاتی واقعا میتونه برسه خب به جز شاخه آچمزی سیاه یه حرکت دیگه هم داره حرکت اسب سیششه که به دفاع چهار اسب معروفه این گوشش هم باز دام و های خودش رو داره انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه تئوریش راحتتره چه برای بازیکن مبتدی چه برای بازیکن متوسطه و بازیکنهای تنبل میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه باس یا ایده های فیل بیچر آچمزی رو داره همونطور که گفتم دی 5 بعد از اون میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه و سیا کلا بازی خوبی داخل خونه های سیاه میگیره وزیر بی 6 فیل سی 5 فیل بی 4 و همونطور که میبینید سیا میتونه بازی خوبی تو خونه های سیاه به دست بیاره خب دوباره برگردیم چند حرکت عقب تر بعد از حرکت ای 6 سفید حرکت دی 4 رو انجام میده شما میزنید با اسب میزنه حالا همونطور که گفتم با اسب پیاده حمله میکنیم بعد از حرکت اسب سی حرکت دی شیش باز که از شاخهای بزرگ دفاع سیسیلیه که به سیسیلی شبنینگن معروفه شونینگن هم از شاخهای بزرگ سیسیلیه و یک از چالشی ترین حرکات برای سیا حرکت جی چهار سفیده که حرکت پرطرفداری است و اگه بخواین شاخه شونینگن رو بازی کنید باید آماده باشین جلوی حرکت جی چهار چی بازی کنید خب برگردیم به چند حرکت عقبتر تو این وضعیت سفید حرکت d 4 رو انجام میده شما بلافاصله پیاده رو میزنیم بعد از اینکه با اسب زد الان ما شاخهای اسب F6 رو نگاه کردیم که بلافاصله به پیاده حمله میکنیم ولی سی های دیگه هم داره یه انتخاب دیگه برای بازیکنای های سیاه حرکت آشیشه که به سیسیلی کان معروفه این هم از انتخابای خوب برای بازیکنای های سیاه بازم تئوریش خیلی سنگین نیست و خیلی از بازیکنای متوسط میتونن این گشایش رو بازی کنن سیاه در ادامه میخواد وزیر خودش رو مثلا بعد از حرکت از وزیر خودش رو خونه سی هفت بذاره که بچه خونه سی هفت تو اکثر شاخهای دفاعی سیلی میتونه خونه مناسبی برای قرار دادن وزیر باشه همونطور که اول ویدیو هم گفتم ستون سی برای سی یک ستون نیمه بازه پس خونه سی هفت خونه خوبیه برای وزیر سیاه و بعدا میتونه از این ستون استفاده بکنه و حرکت آشیش خونه بی پنج رو از مهرهای سفید گرفته و وضعیت رو هم انعطاف پذیر نگه میداره خب اینم حرکت آشیش که به گشایش کان معروفه سیا همچنین میتونه داخل این وضعیت حرکت اسب سی رو انجام بده حالا حرکت اصلی برای سفید حرکت اسب سی و اگه سیا وزیر خودش رو خونه سی هفت بذاره به گوشش تایمانوف معروفه حالا احتمالا سیا در ادامه حرکت آشیش رو انجام میده که خونه بی پنج رو از مورای سفید بگیره باز هم ایدای فیل بی چهار رو داریم کلا تو سیسیلیا های 6 ما این قطر رو برای فیلمون باز کردیم پس خیلی منطقیه که از این قطرمون استفاده کنیم و فیلمون رو مثلا تو خونه بی چهار قرار بدیم تا اسب رو آچمز بکنیم اسب داریم اگه بخوای میتونیم آ6 b 5 انجام بدیم دی 5 انجام بدیم اینم از باز انتخاب های خوب برای بازیکن سیاه خب بچه سیسیلی های ای 6 رو هم گفتیم برگردیم به وضعیت اولیه خب تا اینجا چیا رو بررسی کردیم حرکت D6 داخل این وضعیت که به سیسیلی دراگون سیسیلی نایدور و سیسیلی کلاسیک منجر می شد سیسیلی بعدی سیسیلی ایشیش ای شیش بودن که سیسیلی آچمزی سیسیلی چار اسب کان تایمانوف شبنینگن و غیره بود یه حرکت دیگه میمونه که بازم جز انتخاب های اصلی برای بازیکن سیاه اونم حرکت اسب سی شیشه بعد از حرکت اسب دوباره حرکت اصلی برای سفید حرکت دی چهاره که دوباره وارد های باز بشه ولی یه انتخاب اصلی دیگه برای بازیکن سفید حرکت فیل بی 5 که به سیسیلی گوسولیمو معروف باز این هم اینم انتخاب خیلی پرطرفداری برای بازیکن سفید که باز تو این ویدیو خیلی راجبش صحبت نمی کنی. ولی حرکت اصلی و پرطرفدارتر حرکت دی 4 اوشون پیاده رو می‌زنیم و بعد از اینکه با از پس گرفت اینجا انتخاب‌های مختلفی داره یک انتخاب برای بازیکنه سی حرکت جی شیشه که ساختاره مشابه سیسیلی دراگون میگیره ولی این حالت شتابان یا شتاب زده شه. دیگه ما حرکت دی رو انجام نمیدیم و فیل خودمون رو خونه جی هفت میذاریم شاید بعدا بتونیم تو یه حرکت حرکت دی پنج رو انجام ولی باز مشکل این سیسیلی دراگون شتاب زده یا شتابان اینه که سفید میتونه داخل این وضعیت حرکت سی 4 رو انجام بده و وارد ساختارهای ماروکسی بشه حالا بعد از فیل جی فیل خودش رو خونه ایسه میذاره و اگه با این ساختار مشکلی نداریم باز این گشایش میتونه انتخاب خوبی باشه ولی میگم شاید برای خیلی از بازیکنان مشکلش این باشه که وارد ساختارهای ماروکسی میشین و سفید بازی خیلی راحتی میتونه در ادامه داشته باشه خب به غیر از حرکت g 6 خب بچه، یکی از حرکات برای سیا تو این وضعیت حرکت ای 5 و به اسب سفید حمله میکنه حالا سفید اسبش رو خونه بی 5 میذاره بچه این خونه دی 6 ضعیف شد سیاه بتونه تو این خونه کیش بده برای همین سیاه پیاده خودش رو تو خونه دی 6 میرونه بچا این ساختار برای سیاه در نگاه اول شاید خیلی بد به نظر برسه خونه دی 5 خونه ضعیفیه و میتونه پایگاه مناسبی برای اسب سفید باشه همچنین پیاده دی 6 هم پیاده عقب مونده است اسم این شاخه سیسیلی کلشنیکوه و در ادامه هم یه سیسیلی دیگه هم هست که سوشنیکوه و این دوتا خیلی شبیه همن هم و دوتاشون همین ساختار رو دارن خب تو این وضعیت سفید اسب سیسه میکنه سیا اسب پشیش میکنه سفید با فیل خودش اسب رو آچمز میکنه تا کنترل رو, رو روی خونه دی پنج افزایش بده اینجا سیا میتونه حرکت آشیش رو انجام بده بعد از اینکه سفید رو مجبور کرد اسب خودش رو خونه آسه بذاره حرکت بی پنج رو انجام میده حالا داره تهدید میکنه که بیچار کنه سفید اسب خودش رو داخل مرکز قرار میده فیلی هفت میکنیم و حرکت اصلی برای سفید اینی که اسب رو بزنه بچه چرا اسب رو میزنه چون اسب داشت خونه دی 5 رو کنترل میکرد سفید فیل خودش رو در ازای اسب میده تا پایگاه خیلی خوبی برای اسب خودش تو خونه دی 5 درست کنه الان خونه دی 5 خونه خیلی خوبیه و اسب سفید هم اسب قویه پیاده دیشیش هم همونطور که گفتم پیاده ضعیفی. پس یک سری ضعف های پوزیسیونی تو وضعیت خودش به وجود آورده ولی از اون طرف هم برتری دو فیل داره و وضعیتش خیلی مستحکمه یعنی استفاده سفید از این برتری که داره خیلی راحت نیست و سیسیلی های کوشنیکاو و سوشنیکاو جزء سیسیلی های مستحکم برای بازیکنه سیاه خب برگردیم به چند حرکت قبل ما الان حرکت ای 5 رو بررسی کردیم یه حرکت دیگه که سیاه میتونه داخل این وضعیت انجام بده حرکت اسب اف و بعد از حرکت اسب حالا حرکت ای 5 رو انجام بده که به گوشش سوشنیکوف معروفه و خیلی مشابه با همون شاخه قبلیه که دیدیم تقریبا همه شاخه های اصلی دفاع سیسیلی رو بهتون معرفی کردم و الان شما دیگه با دفاع سیسیلی آشنا هستیم به هم بگیم که شاخه مورد علاقه شما کدوم سیسیلیه و دوست دارین که تو ویدیوهای بعدی درباره کدوم شاخه ویدیو بسازم خیلی خوشحال میشم اگه نظر یا سوالی دارین تو کامنت ها برام بنویسین من همه کامنت ها رو نگاه میکنم و جواب میدم خیلی ممنون که تو پایین ویدیو با من همراه بودین اگه حس میکنه این ویدیو براتون مفید بوده و لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه به شطرنج علاقه مندین و نمیخواین که ویدیوهای بعدی من رو از دست بدین کانال من رو سابسکرایب کنید ممنون